بیا ایمان. برو 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 بیا ایمان. بیا ایمان. بیا ایمان. از مدرسه آوردی بابات امضاش کرده. سلام به معلمت برسون و بهش بگو بابات بعدن میرسه خدمتشون. دیرت راشه پسرم. برو برو به سلامت. برو برو به سلامت. هوای بهروز رو داشته باش. بهروز دیگه برای خودش مردی شده. بیا پسرم. خدافظ ماما. به سلامت. بیا پسرم. الو. سلام زنده داش. سلام آقا رسول. حال شما چطوره؟ بچه ها خوبن؟ محسن خوبه؟ خوبن. همه خوبن الحمدلله. ببینم داداش بهمن خونه سن داداش؟ نه خونه نیستن. خواستم بگم فردا شب تولد محسنه. هر طور شده خدمت میرسیم. ولی چی زنده داداش؟ راستشو بخوای آقا رسول رفته مدرسه که بچه های کلاس رو ببره اردو. کجا رفته؟ اردو؟ من نمیدونم. به هر حال محسن یه عمو بیشتر نداره. بهش بگو که محسن منتظرشه. اگه نیاد پوست از سرش میکنه. ضمناً بگو کادو فراموش نشه. خدافظ. با نظم و ترتیب پیاده شد. قرار بود بریم گردش علمی. چرا اومدیم اینجا؟ گردش علمی هفته آینده است. شما فردا کلاس درستون شروع میشه. امروز برای این اومدیم که با هم آشنا بشیم. خیلی خوب بچه بیایید پایین. سریع تر یکم سریع تر. باید بریم اونجا. بله. اطلاعی که همینک به دستمان رسید. بله. توجه فرمایید. در پی تجاوز هواپیماهای عراقی به آسمان ایران، امروز نیز هواپیماهای متجاوز عراق به تهران و چندین شهر مرزی حمله کردند و چندین نقطه مسکونی را بمباران نمودند. از صبح رادیو خبر حمله عراق پخش می‌کنه. به داخل خاک ایران نفوذ کردند. بذارم بعد نمیارم، ولی ما سر مرزی. اگه حمله کنن چی میشه؟ پایداری نمودند، به شهادت رساندند. ارتش جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به حملات ناجوانمردانه هواپیماهای عراقی قابلی نداره. پدافند زده هوایی توانستند دست شما درد یکی از هواپیماهای به سلامت خوش اومدید. هنوز از سرنوشت خلبان تاریخ ایران سرشار از اتفاقات و حوادث زیادیه. در طول چند هزار سال بارها به کشور ما حمله شده، اما هر بار دشمنان ما با مقاومت مردم ایران روبرو شدن و با خفت و خاری شکست خوردن و از این سرزمین به بیرون رانده شدن. اگر سوالی دارین بپرسین. آقا اجازه. بفرمایید. خواهش میکنم. آقا ببخشید، در موقع حمله دشمن و مردم ایران چی کار کردن؟ اونام همراه سربازا میجنگیدن؟ بفرمایید. ببینید بچه ها، تاریخ این مملکت حماسه های زیادی داره که باید سالهای سال اونو بخونید تا بفهمید. ولی یک مورد در تمام حملاتی که به کشور ما شده وجود داشته و اون همکاری مردم با سربازها برای دفاع از ایران بوده. این راز پایداری کشور ایرانه. خارجی‌ها به همین خاطر هیچ وقت در ایران به پیروزی نرسیدن. ملت ایران اینو بارها تجربه کرده که اگه بخوان پایدار بمونن، تنها راهش اتحاد در مقابل دشمن خارجیه. We'll be right back.
چه سلام. بکری بابا فراموشکار شد آقا موسی. بفرمایید اینم کیک تولدتون. بیا برای بابا ببینم. ببینم حسن تو چیزی نشنیدی؟ من چیزی نشنیدم. اون آقای جریان تحریفات نظامی ایران خب یکی از هواپیمای خودمون بوده. اینی که میگفت هواپیمای جنگی بوده، عراقی بوده. من که ندیدم. آقا معلم. بله. اگه اجازه بدین همینجا توقف کن. باشه همینجا وایستا. بچه ها وسایلتون رو بردارین، همینجا پیاره میشه. We'll be right back.
یادم اومد. چی میگه فردا بریم منزل آقا رسول؟ خیلی خوب باشه، میریم. خودتو معطل نکن، بدش من خودم آویزونش میکنم. تو زودتر برو به کارت برس. خداحافظ. یه بهروز اینو بگیر، ظرف غذاتونه. پس بهشون یه تلفن بکن، مبادا ما این همه راهو میریم خونه نباشن. باشه، حتما خودم باشم. یه جعبه شیرینی هم بخیر. خیلی خوب، بیرم. بهروز، مواظب خودت باشی ها. تو هم سعی کن حاضر بشی تا دیر نرسی. خیلی خوب، مواظب خودتون باشین. حتما. الان موردی بوده بخان منو نمیتونی مثل جنرال خان کنی. من اون پشت کارمم چشم بوده. اشتباهی در کار نیست جناب صاحب. بفرمایید. خوب گوش کنید، این دستوریه که به ما دادن و بدون چونش را باید انجام بشه. فرماندهی کل دسپولو میخواد و پایگاه چهارم شکاری. اینجا یه مانع بزرگ هست، پادگان کرخه. سپاه پاسداران در اونجا مستقر شده. باید 100% نابود بشه، یا حالا یا هیچ وقت. مسئله مرگ و زندگیه. کوچکترین اشتباه تاوان سنگینی داره. پل کرخه پاشنه آشیله و تو مسئول مستقیم این منطقه ای. هیچ کدوم فرصت اشتباه نداریم. روشن شد؟ بله قربان. دشمن میدونه که ما میخواییم این نقطه رو بگیریم و میدونه که این نقطه چقدر برای ما اهمیت داره. به همین دلیل تحرکش رو شروع کرده. کاملا مواظب اینجا باشین. این بیشه و این میدان مینو نادیده نگیرین. طوری شده سرگرد؟ خیر قربان، طوری نیست. مطمئن باشین جناب سرهنگ. ستون زرهی و تمام افراد من باید سالم از اون پل عبور کنن. فرماندهی کل هیچ گونه قصور و کوتاهی رو نمیبخشه. در ترتیب باید از اون پل عبور کنید. آرومتر، تکالیفتون یادتون نره. آروم. اصلا تکلیفت یادت نره. آقای سرافراز، شما میای یا میخواین اینجا بمونی؟ نه میام. دلم بعد جوری شروع میزه. نگران نباش. میگن دیشب باز عراقی ها حمله کردن. اخبار صبحم گفت. اگه این جنگ ادامه پیدا کنه خیلی بده. بی انصاف به مناطق مسکونی هم حمله کرده. میگن دسفولم زده. دسفولم زده؟ آره اونجا هم زده. برای برادرم و زن بچهش خیلی نگرانم. نمیدونم چی کار کنم. خدا بزرگه، نگران نباش.
برادر، ارتش عراق ناگهانی و بدون اعلان قبلی حمله رو آغاز کرده و این امکان برای اونا هست که تا ما به آرایش نیروها برسیم بتونن مقداری در خاک ما پیشروی کنن. کاری که ما در این موقعیت باید انجام بدیم اینه که هر قدر که میتونیم بر سر راه اونا موانع ایجاد کنیم و حرکت اونا رو کند کنیم. بنابراین تمام راه ها و پل های ارتباطی رو زیر نظر بگیرید و اگر خواستن از اون موانع عبور کنن اونا رو از بین ببرید تا از حرکت تانک و پیاده نظام عراق جلوگیری بشه و اگه لازم شد میتونید از نیروهای مردمی کمک بگیرید. راه ها رو برای اونا ناامن کنین. ما فرصت میخواییم تا نیروها برسن تا بتونیم جواب این گستاخی رو به اونا بدیم. نقاطی که بیشتر مورد توجه ماست، دقت کنید، اینجا، اینجا، اینجا و اینجاست. شما باید حلقه محاصره رو تا اونجایی که میتونید در این منطقه تنگ تر کنید. اینجا فوت کن شما رو. آفرین، بازم فوت کن، بازم فوت کن، باریکلا، تولد مبارک. کجای دلاغه؟ همه شهر رو زیر پا در کرده. سلام سید. سلام. هستم یادم بمونه. خب باشه، واسه بعد بعد بریم قرارگاه. قضیه چیه سید؟ عملیاتی که منتظرش بودی؟ وقتشه. ولی تو اینو نمیخواستی بگی، درسته؟ من هنوزم، من هنوزم رسول، من هنوزم راضی نیستم. راضی نیستی که چی؟ راضی نیستی که من تو عملیات شرکت کنم؟ تو راضی نیستی که من سر دشمن مثل مار بکوبم؟ تو راضی نیستی که من شمار؟ چرا اینجوری؟ واسه همینه که راضی نیستم. تو دیگه اون رسولی که من میشناختم نیستی. تو دلت آتیشی روشن شده که سرخت کرده. ما واسه انتقام نمیجنگی. قربون دل صافت برم علم دار. رسول جان مولا درگیر نشی و حسو بیزدی تو برجک ما. اگه نخوای نمیرم سید. باشه، تو قرارگاه منتظره. بریم. سلام. سلام.
سلام، حالشون خوبه؟ حسین، سید رضا و رسول نیومدن. الان پیداشون میشه حاجی. سید رضا رفته دنبال رسول. خب بهتره شروع کنیم بچه‌ها. بفرمایید. این نقشه بخشی از میهن اسلامی ما در خوزستان رو نشون میده که توسط دشمن تصرف شده. هدف اصلی ما این پله. هدف اصلی ما پل چرخ است. قبل از رسیدن به این بیشه ما موانع زیادی در پیش رو داریم. میدون مین، پستای نگهبانی و سنگر فرماندهی. سلام علیکم. علیکم سلام. شما خسته نباشید. شرمنده حاجی دیر شد. سلام علیکم. آقا رسول تازگی ها مشکل میشه پیدا کرد. ببخشید دیر کردم. مسئله نیست. بفرم. همه تون این منطقه رو مثل کف دست بلدین. مهم اینه شما با دو نفر تخریبچی و یه بیسیمچی خودتون سالم برسونین به پل چرخه. خب موانع چی؟ آقا سید با بچه های گروهش با شما هستن، کارتون رو آسون میکنن. میدون مین؟ سنگر فرماندهیشون؟ یعقوب و بهروز وظیفه دارن که مهمات رو سریع و سالم تا وسط بیشه ها براتون هم کنن. یه سوالی نیست؟ من منتظر شما باشیم. بعد از اینکه معبر باز شد اگه صلاح دونستیم حرکت میکنیم. شما هم مهمات رو بیاریم، همونجا منتظر شیم تا ما برگردیم. خب بچه ها حرکت میکنیم. حاجی جواب دادم. سعید جان، سعید جان دشمن شاهینا رو دیده. مفهومه سعید جان؟ یا علی، سعید جان، یا علی. Thank you.
برو. این چیزی میبینی سرباز؟ الان منور میزنم معلوم میشه. بودن سرباز نتونستم بشمارم. مگه کور بودی کدام؟ عجله کن، چیزی نیست، نگران نباش. بریم حالت خوبه؟ بریم نشد کنیم. بریم استوار. چه خبر بود؟ چند نفری اونجا بودن؟ دقیق تر بگو، چون باید این جریانو به سرگرد گزارش بدم. چند نفری بودن؟ گمانم همشون هم کشته شدن. همشون؟ بسیم چی؟ سرگردو برام بگید. از خلیل به شعیب. این نقطه رو باید بگیریم و همینطور این جاده و اینجا. قربان، سروان حمادی پشت خطه. شعیب بگوش باش. جناب سرگرد، چند تا گرگ اومده بودن در منطقه 32-12 که همشون شکار شدن قربان. گرگ زنده قیمتیه سروان. شنیدم. تمام. چهارچشمی مواظب باشیم. کسی دست از پا خطا نکنه. نه خودی، نه دشمن. مفهومه؟ مفهومه. تمام. لطفاً کازم رو احضار کن. چشم. فوراً. جناب سرگرد، خبر دادیم قربان؟ چی باید میگفتم مصطفا؟ هنوز که حرکتی نکردم. تیراندازی؟ تیراندازی شد. فردا گزارش میکنم. ولی... ولی نداره مصطفا! خودم فردا کتبن گزارش میکنم. شنیدی چی گفتم؟ خودم گزارش کتبی میریزم. را افتادن قربان، پخش شدن. پخش شدن؟ بله قربان. بهشون نزدیک نشین. بله قربان. اونا همیشه باید در محاصره باشن. بله قربان. دفعه تا من دستور ندادم کسی تیراندازی نکنه.
تیراندازی بدون اجازه من تنبیه در پی داره. میتونی بری. شما میتونی بری استاد. من تو که از این شانس ها ندارم. این دو دفعه هم که هر دومون رفوزه شدیم. بچه ها جمع بشین. ما دو قسمت میشیم. میریم جلو. سنگر فرماندهی و پست دیدبانی رو هدف قرار میدیم. تو دشمن مطمئن بشی که هدف اصلی ما این بوده. رسول و صد رضا هم جلو دارن. خودشون میدونن چیکار کنن. خوب سید. صد رضا خدافظی میکنیم دیگه. باید اونجوری به هم که آفت نداره آقا سید. وسط بیشه منتظرتون میمونم. خدا میگه خدا میگه خدا خدا میگه خدا میگه خدا میگه خدا میگه خب بچه ها شما بریم تو بیشه منتظر بمونید. من و سید رضا بعد بهتون میرسیم. یا علی یا علی عجله کن. یا یعقوب برو برو خدا نگه یا علی خدا نگه علی Thank you.
جا دلم میخواد یه آتیش بازی حسابی را بندسیم وسط روز روشن. خب تو باید بشماری، اول ما میریم، صدامون که اومد نوبت شماست. سنگر فرمانده ای رو دوست دارم با آتیش بکشید. خیلی خوب، یه فرصت بده نفس بگیریم بعد بشمار. آماده شید. هدفشون مرکز فرماندهیه. تو افرادتو از سمت چپ ببر و کاملا مواظب باش. کوچکترین حرکتی کردن بهشون امان میدی. فرمودن که زنده بگیریمشون. به چه قیمتی؟ به قیمت مرگ خودمون؟ Ah!
ایرانیان شبیخون زدن و رفتن قربان. باید ردشون رو پیدا کنید و الا وای به حالتون. بیشه ها رو بگردین. بله قربان. اگه به چنگم نیفتین از این جناب سروان چی کار میکنه؟ سروان! این سنگر فرماندهشون بود. شلیک نکنیم خودیه. سلام. سلام. چیزی نمونده بود افاقه بشی یا کهی رسیدی؟ خیلی وقت نیست. داره دیر کردی؟ خیلی وقت منتظر کنی. دست چطور عباس؟ بندیست. همینجا بود. همینجا. سلام. 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 کن. تا پیدام نکرم خودم به بچه برسیم. یا حالی. دست رو دارم. یک. نه. خون روزی شدیده. این باید عوض بشه. من میبندم. یواش یواش آقا دست رو. تمام. Thank you.
سعید چه خبر؟ بچه عراقی ها پشت سرمونه. زود باشی بری سید. عجل کنی شو بری سید. بچه اینجا باش. خوب باز کنی، حواستون همه جا باشه. قبل از من کسی اجازه شلیک نداره. بریم جلو. بیاییم. ارتباطتون رو با من قطع نکنید و مواظب باشید به افراد خودی تیراندازی نکنید. اطاعت قربان، آمده ایم.
شو ندی، همه شو رو بکشی. برید جلو، امانه شو ندی. تو میریزم تو دهنه سمان از ده رو ما بیافت بیا سید باختره شدیم شبه دیگه دارم کمک کن بلنشم خودت هم برو میبرم ات منگو جان میبرم ات میخوام بایستم اگه اینجوری رفتم به کسی نگو محمود افتاده برید این حرفا چیه خودم میبرم ات بیای شلیک نکنی آه
تسلیمم شلیک نکنم بستنی جونه تو نجات داد این بچه سن نخوره جاله ای رو که کندین خیلی خوبه تمام جنازه ها رو بریزین تو همین چاره اگه جاهای دیگه هم کشته دیدین بیارین همینجا ایرانی ها به این منطقه فشار زیادی آوردن باید هرچه زودتر خودمون از شرشون خلاص کنیم برین هر چی جنازه دیدین بیارین بندازین تو همین چاله کجا داری میری؟ خون ببینم این لعنتی ها چی کار دارم میکنم رسول ماموریتمون چیز دیگه است بهتر اینجا بریم نگاشون کن گفتم نگاشون کن من حوصله ندارم زیاد سوال کنم بس دوست دارم خیلی زود جواب سوالمو بگیرم بچه های سپاه کی حرکت میکنن ماموریت شما و این مرده ها چی بوده؟ 5 ثانیه بهت مهلت میدم که جوابمو بدی از حالا شروع شد زانو بزن مثل سگ التماس کن که نکشمت زانو زدن ایرانی رو جلو دشمن هنوز هیچ کس ندیده چی داری میری؟
بچه دیمه شدی جنم کور دیگه مهم نیست که حرف بزنی یا نه. بیل زنده و مردش یه قیمت داره، اونم به خاطر آجشه. شانس تو نسبت به بقیه این بود که چند لحظه بیشتر زنده بمونید. میکشمت، میکشمت. دوست دارم تا لحظه آخر کنار یعقوب باشم. سر کن همه این نگهبانا چشماشون باز باشه. تو برو اون طرف، من برو برو بر خیلی خوب. یه جلو یه جلو روشو خط برید. همیشه دلم میخواست تو تزیه نقش علی اکبر رو بازی کنم، اما همیشه تماشا چی بود نمیدونم چرا. تو دوران دبستان یه ناظم داشتیم که مرتب بچه ها رو کتک میزد. همون موقع تصمیم گرفتم وقتی بزرگ شدم برم معلم بشم تا دیگه نذارم کسی بچه ها رو کتک بزن. ولی امشب تو نذاشتی. من دلم میخواست برم کمک بچه ها. رسول تو دل صافی داری، اما جنگ ما جنگ انتقام نیست. سال دیگه وقت مدرسه رفتن پسرم بود. چه زود درسش تموم شد. همون آتیشی که جلوی چشمت روشن شد دوباره وصلت کرده به دنیا، اما تکلیف ما چیز دیگه است. <تص->
سپیده داره میزنه. پاشو پاشو، تو پل چیزی نمونده. یا علی، یا علی، بهمن بهمن بهمن، چی شده بهمن؟ چی شده؟ هیچ. به من نگاه کن، باز رفتی تو فکر رسول؟ آره. ببین چی میگم بهمن، درسته که رسول رفته جبهه، ولی اون که تنها نیست. خیلی ها مثل رسول رفتن جبهه، ما هممون برای رسول دلمون شور میزنه. تو خودت هم که میدونی رسول خودش دوستش بره جبهه، مگه نه؟ بهمن، حرفم رو قبول داری؟ درست میگم؟ آره. بس باشو. خدا شکرت. بلنشو وضو تو بگیر. باشه. ببین چی میگم بهمن، تو برای رسول بیش از حد نگرانی. یه خورده فکر کن، تو داری خودتو از بین میبری. حتما بازم کابوس دیدی ها؟ ببین بهمن، تو چرا نمیخوای قبول کنی؟ به خدا همه چی درست میشه، به زودی جنگ تموم میشه و همه برمیگردن خونه هاشون. میخوای سکته کنی و بیفتی گوشه خونه؟ تو نباید اینقدر خودتو عذاب بدی بهمن. اگه ناراحت شدی به هم بگو. اگه معطل کنی نمازت قضا میشه. آره رسنگی رسنگی. به دقت گوش کنید. قبل از هر چیز ستوان، تو همراه یک گروهان جهت امنیت بیشتر مسیر حرکت میکنید. ببخشید جناب سرهنگ، میخواستم به عرضتون برسونم که متوجه شدی ستوان؟ منو قربان. ببخشید سرهنگ،
امنیت مسیر به عهده منه. یعنی شما به من اطمینان نداریم؟ چرا سرگرد؟ این برای من ثابت شده که تو افسر لایقی هستی. دیگه فکر نمی کنم احتیاجی به نیروهای صدفان باشه. از پادر میاریم بعد میریم زیر پل بریم. جناب سرهنگ، همونطور که اطلاع دارید نیروهای ایرانی در این نقاط موضع گرفتن. برابر این نیروهای اصلی ما با کمک تانک ها از این محور حرکت میکنن. دو گروهان باقی میمونن که یکیش وظیفش حمایت کامل پشتیبانی از پدافنده، و چون احتمال این که به همون حمله هوایی بشه زیاده، بنابر این بایست نیروهای زمینی رو مشغول کنیم تا پدافند به راحتی بتونه از مواضع خودش دفاع کنه. یه گروه سرباز میریم طرف پل. هنوزم حس میکنم خطری متوجه ماست. بریم. یک پایه رو من خودم میبندم، تو برو سیما رو بس کن. باش آوازم خودت باش. باش
نگهبان، نگهبان. افراد بیای پایین. همه جا رو به دقت بگردین. تکون نخور. Yeah.